این تر اگر به تصویب بشه گروه های فشار برای نمایندگان خدمت فشار میاره این تر رو تصویب کنه. گروه های فشار یعنی کیا؟ گروه های فشاری که در جامعه هستن، هر چی مثلا گروه های کلان هستش. ما خدمت مثال عرض میکنم نیکبین بیاد ببینید، ما میخوام ارزش افزوده، الان مالیات بر ارزش افزوده 9%، میخوایم اینو 10%ش کنیم. اگر این 10% تو مجلس تصویب شد و خدمت شما میتونم که و این آرا مشخص شد که این 1% زیادش تصویب شده و در جامعه التهاب شدیدی تو بازار شکل میگیره، خودتون میدونید که مثلا در بازار برای خدمت هزینه های خیلی سنگینی برای مردم ایجاد میشه، آیا نیکبین آیا با این تصویب این اینجا و شما در پاسخگوی مردم برای افزایش قیمت هاشون میتونید باشید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اگر کار کارشناسی کرده باشید الان این کار کارشناسی نمیشاخه. ببین اگر یکی از طرحهای چیزی حالا این که شما کار کارشناسی نمیکنید کار یکی از کار چیزای تر این نیست که واقعا عقلانیت رو از مجلس میگیره این تر. چرا؟ کارهای پوپولیستی در کشور زیاد الان زیاده دیگه، همه کارهای پوپولیستی انجام میدن دیگه به طور کلی. اصلا ببینید ما الان تو کار کارشناسی ما همه چیز رو نمیتونیم که در من خدمت رو توضیح بدیم برای مردم، واقعا نمیتونیم. هم من هر روز باید هر یک که رأی دادم صدا و سیما در اختیار من باید باشه، همه مسائلی که اونجا چرا رأی دادم چرا ندادم چه اینطوری شده. یعنی من اینو میگم که الان واقعا نفاق در کشور زیاده، واقعا زیاده نفاق زیاده. با این تر 100% نفاق مثلا الان 50% میشه 60% 70%. فرهنگ شفافه در کشور هنوز وجود نداره. به نظرم میگن که اینا کلاه گذاشتن به سر مردم است که میگن که ما طرح شفافی تصویب کردیم دیگه. السلام علیکم و رحمت الله و برکات. ولی به هیچ عنوان انشالله نمایندگان عاقل مجلس وکلای مجلس این طرح رو نمیدن تا برنده طرحی بیارن که شفافیت کامل در مجلس حاکمیت ما جواب این باشه.